الله حمدا لله الله سبحان الله 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 الله حمدا لله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. زخمیم التیام میخواهم، التیام از امام میخواهم. السلام علیک یا ساقی، من علیک السلام میخواهم. گاه گاهی کمی جنون دارم، من جنونی مدام میخواهم. سلام عرض میکنم خدمت یک و یک شما بینندگان و سروران گرامی، همراهان خوب و نازنین شبکه هادی تیوی. باز هم خدا رو شاکریم که توفیق حاصل نمود برای ما تا مهمان خانه های گرم و صمیمی شما عزیزان باشیم با برنامه به وقت بیداری به صورت پخش زنده. و بسیار مفتخریم که در محضر سرور معززمون هستیم، حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رسولی، با موضوع احکام زکات. سلام روز صاحب، بسیار خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشین، موفق و پیروز و شادکام باشین انشالله. درود خداوند بر شما. سلامت باشین انشالله. خوب هست استاد؟ الحمدلله. خیلی خوش آمدید. سلامتی باشین انشالله. سلامت باشین انشالله. باز هم به وقت و به رسم سه شنبه ها در خدمت شما بزرگوار هستیم و استفاده میکنیم از محضرتان در پاسخگویی به سوالاتی که بینندگان عزیزمان روان کردن. اول پرسی داشته باشیم انشاءالله با بینندگان عزیز و در خدمت خواهیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و همراهان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم که موفق و پیروز شادکام باشین و ما را از دعای خیرتان فراموش نمی کنین. در خدمتتون هستیم جناب عالی. سلامت باشین استاد محترم. در بحثی که از جلسه گذشته در خدمتتون بودیم و شروع کردیم بحث احکام خمس و زکات، بله، تعریفی که فرمودید و مسائلی که پرسان شده بود، من با اجازه از شما مطالبی از بینندگان عزیزمان صادر شما رو خدمت عزیزان اعلام میکنم و قبل از او پل ارتباطی خدمت بینندگان عزیز اعلام میکنم که نمبر مثبت 964-780-255-4013 نمبر ما در واتساب می باشد و شما عزیزان می توانید سوالاتتان و نظرات و پیشنهاداتتان برای ما رایی کنید و انشالله کارشناسان عزیز ما حتما پاسخگو خواهند بود. استاد، بیننده عزیزی از افغانستان، البته ایشان در نوار مرزی و این افغانستان و ایران زندگی می کنند و با نمبر مثبت 98-901 4 نمبر آخر 1502 تماس تصویری با شبکه داشتن و اظهار تشکری کردن از برنامه ما. هم تشکر میکنیم از شما که بیننده برنامه خودتان هستید. و عزیز دیگری از کشور زمان افغانستان با نمبر مثبت 93-79 4 نمبر آخر 7409 ایشون با واتساپ برنامه استاد به تماس شدن و سوالاتی داشتن که به آنها پاسخ داده شد و چون که با موضوعات ما مرتبط نبود و خودشان پاسخ داده شد و در برنامه مطرح نمیشه. عزیز دیگری هم از هموطنان عزیزمان البته در کشور پاکستان هستنی بزرگوار با نمبر مثبت 92-333-3323 این بزرگوار هم ویس تبریکی به مناسبت ولادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و امام جعفر صادق سلام الله علیه برای من روان کردن و ما هم از ایشون متقابلا تشکر میکنیم. خب استاد، اگر صلاح باشه اگر برای ورود به مبحث مقدمه ای داشته باشین و بعد سوالات امشب پرسان شده و به صورت سوالات تصویری هستش که عزیزان ما به صورت گزارش میدانی تهیه کردن و انشالله امشب از محضرتان استفاده خواهیم کرد، اگر در توضیح برنامه یا مطلب به عنوان یک مقدمه مطلبی داشته باشین که انشالله سوالات دید. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام مجدد خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز. خب ما در جلسات دیگه به بهانه از این که یک بیننده از ما سوال کرده بود که ما مستقل شدیم، یعنی نه. ازدواج کردیم و حالی که مستقل شدیم همی جریان خمس و زکات ما چی میشه؟
که ما برای از بیننده عزیز و سایر بینندگان عزیز توضیح دادیم که خمس به هفت چیز تعلق میگیره و زکات به نو چیز. البته حضرت آیت الله رزما سیستانی حفظه الله تعالی میفرمند که بنابر احتیاط واجب زکات به مال و تجاره و کسی که با اون مال و تجاره سوداگری میکنه بنابر احتیاط واجب زکات تعلق میگیره، که با این حساب به ده چیز زکات تعلق میگرفت. ما احکام امینا رو داشتیم میگفتیم و سوالاتی که بینندگان عزیز از ما داشتن. از جمله ما گفتیم که زکات به نو چیز تعلق میگیره. گفتیم انعام ثلاثه، یعنی به اصطلاح حیوانات سه‌گانه که مراد از او شتر بود و به انواعش نر و مادش، هر نژادی که باشه مقصد شتر باشه با او زکات تعلق میگیره. گفتیم گاو به هر به اصطلاح نژادش، هم حتی گاو میش اگر جایی داشته باشه به این زکات تعلق میگیره. گوسفند، هر نژادی از گوسفند که باشه سهی. حتی شامل بوز هم میشه. گفتیم به این زکات تعلق میگیره. سه تا و گفتیم غلات اربع، یعنی غله های چهارگانه، به اینا هم گفتیم زکات تعلق میگیره، که او عبارت بود از گندم جو، خرما و کشمش، که به این چهار تا هم زکات تعلق میگیره. چهار و سه میشه چند؟ هفت. دو تای دیگه هم گفتیم نقدین، که خودش طلا و نقره باشه. ما تصور میکنیم به یاد مانده که ما گفتیم او در صورتی به اصطلاح زکات بهش تعلق میگیره که به اصطلاح پول رایج باشه. در خود شما در جریان هستین که در قدیم الایام خود یمی طلا و نقره پول بود، که به اصطلاح به طلایش میگفتن دینار، به نقرهش میگفتن درهم. خود از اینا وسیله معامله بود که اگر چنین چیزی باشه، یعنی کسی طلایی داشته باشه که نقدین بهش میگن، طلا و نقره، به او هم زکات تعلق میگیره. که در زمان ما هازاین، در زمان ما دیگه طلا و نقره به عنوان پول رایج که معامله شوه در بازار باشه، خرید و فروش توسط از صورت بگیره، فعلا نیست. بنابراین ما مسئله زکات در نقدین یا طلا و نقره فعلا نداریم. و آخرین مبحث هم گفتیم که حضرت آیت الله العظمى سیستانی حفظه الله فرمودند که بنابر احتیاط واجب در به اصطلاح مال تجار هم زکات تعلق میگیره. این ده مورد بود که برخی سوالات بود ما پاسخ دادیم. مالی در خدمتتون است. بسیار عالی، تشکر میکنم استاد محترمی. به اتفاق شما و همه بینندگان عزیز میریم و میبینیم سوال بیننده ما را، سوال تصویری شماره یک ما را. سلام علیکم، حمیدالله هستم از شهر غزنی. جو و گندم و کشمش ما چه قشوا که زکات سر از واجب شود. تشکر از برنامه ایشون. بسم الله الرحمن الرحیم. سید احمد سمیر هستم، باشنده ولایت غزنی. تشکر از هادی تی وی. و سوال که در ذهنم طرح شده بود که برای گندم، جو و کشمش چقدر باید باشه که زکات بالای واجب باشد. بسیار عالی. خب بینندگان عزیز، سوال دیدن و شنیدن استاد، خدمت شما عرض میکنم که سوالی بود که بله. عزیز ما سوال کردن که این مقدار گندم و جو و کشمشی که به هر حال فرمودین، سوال کردن که زکات به اینا تعلق میگیره، بر چه مقداری شرق هم باید محاسبه شود؟ بسیار خوب، سوال خوبی است. به تعبیری در کتابای فقهی میگن نصاب، یعنی گندم، خرما، جو، کشمش، حتی گاو، گوسفند، شتر و طلا و نقره باید به یک حدی برسد. که این حدش میگن نصاب. نصاب. که اگر به او حد رسید خود زکات واجب میشه. اگر به او حد نرسید زکات برش واجب نمیشه. خب ما هم تصور میکنیم شما که خرمن دیدین و بینندگان ما که کشور ما یک کشور کشاورزی است الحمدلله و مالداری است، خب خرمن دیدن. میگن بعد از اینکه ما خرمن به اصطلاح ایجاد شد، یعنی گندم یا جو از دانش جدا شد، یا خرما او زمانی که سفت شد به اصطلاح خرما بهش که تمر گفته شد، یا انگوری که تبدیل به چی شد؟ کشمش شد. هر کدام از اینا میفرمایند که حضرت آیت الله العظمى سیستانی 847 کیلوگرم. خب قبلا سیر بود و نمیدونم نیم سیری بود و به هر حال شما در جریان هستین، مثلا میگفتن من باشه، منم، من تبریز است و من کابل است و من ایران، هر کدام از اینا یک تعریف خاصی داره، یک مقدار. ولی فعلا اگر 847 کیلوگرم شوه و بالاتر از او باشه،
در این زکات تعلق میگیره. ولی اگر زیر همی 847 کیلوگرم باشه، مثلا 800 کیلوگرم باشه، 700 کیلوگرم باشه، به این زکات تعلق نمیگیره. پس حد نصاب به اصطلاح غلات اربع 847 کیلوگرم به می اندازه که رسید، یعنی نصابش اینه میست و می اندازه که رسید و بالاتر از اون که هیچ چیز دیگه هم که زکات داره باید زکاتش پرداخت کنیم، زیر از این زکات برش واجب نیست. خب ولی استاد، خب به این حد نصاب رسید، خب چقدر از این رو باید زکات می پرداخت کنیم؟ خدمتتون عرض کنم که این ممکنه سوال بینندگان ما باشه و ما در این روند آتی به این برنامه جواب میتیم، ولی همینجا اجالتاً خدمتتون عرض کنیم که جناب حسینی صاحب و بینندگان عزیز ما، ای که ما چقدر به اصطلاح زکات میتیم، ای تعلق داره که سیستم آبیاری از چه رقم باشه عجب. و سیستم آبیاریش تعلق داره که انشاءالله باز در خدمتتون هستیم. بسیار عالی. خب استاد، سوال دیگه بیننده عزیز ما پرسان کردن به نمبر مثبت 98 933 2235. ایشان از کشور جمهوری اسلامی ایران سوال کردن که آیا کشاورز میتونه مخارجی که برای به بار نشستن محصولش انجام داده، خرج و مخارجی که در طول سال انجام داده که محصولش به بار بشینه، این میتونه از خرمنی که اشاره فرمودید در آخر کار که جمع میشه این مخارج را کسر کنه و بعد محاسبه کنه؟ بله، بسیاری از مراجع اعزام تقلید شیعه از جمله حضرت آیت الله العظمى سیستانی حفظه الله تعالی میفرمایند که مخارج ممکنه چند رقم باشه، مخارجی قبل از کشت و کار، مخارجی حین کشت و کار، و مخارجی که بعد از اینکه محصول میخوای به دست بیاری، مثلا درو میکنی، یرا کار از دانه جدا میکنی، حمل میکنی، باربری، تمام از اینا، کل از اینا به اصطلاح حتی او بذر، یعنی شما پول میدی بذر میخری و این بذر در زمین میکاری، این قلبه کردن و شخم زدن و کل دیگه از اینا مخارج است. حضرت آیت الله العظمى سیستانی میفرمند نخیر، مخارجی که چی قبل از به اصطلاح آماده کردن زمین بوده، مثلا شخم زده زمینه، چی او زمانی که محصول روی زمین است و شما مثلا آبیاری میکنی، کارگر میگیری، کسای دیگه این محصولات، و چی اون محصولی که برای درو کردن، برای جدا کردن کاه از دانه، برای حمل، برای باربری، کرای موتر، چیزهای دیگر میتی در خانه بیاری، هیچ کدام از اینا رو ما نمیتونیم از محصول کسر کنیم. خب اگر این کسر شود از محصول، خب طبیعتا این اتفاق میفته، ممکنه مثلا خرمن ما به 1000 کیلو شود، 1000 کیلوگرم شود، که اگر ما کسر کنیم مثلا 300 کیلوی از ایره کسر کنیم، به خاطر مخارج حد نصاب نمیرسه. ولی در اینجا حضرت آیت الله العظمى سیستانی میفرمایند که نه، ای ما به حد نصاب برای رسیدن نمیتونیم مخارج کسر کنیم. پس بنابراین خرمن، اگر ما خرمن کردیم، چه گندم بود یا کشمش بود یا جو بود یا خرما بود، اگر به همی اندازه رسید، ما باید زکاتش را بدیم و هیچ کدام از مخارج را از خرمن کسر کردن نمیتونیم. البته برخی از مراجع قائل بر این هستند که میتونیم ما او مخارج را از خرمن و او محصولی که به دست آمده کسر کنیم، ولی حضرت آیت الله العظمى سیستانی اجازه نمیده. استاد، شاید این سوال به ذهن عزیزان بیننده خطور کنه. خب یک مسئله که برای کشاورزا زیاد اتفاق میفته، یک وقت یک سرمای ناگهانی میشه، یک گرمای ناگهانی میشه و ضرر و زیان میه، و شاید امو خرمنی هم که به دست میه، اگر امورم یا یک وقت ارزانی میشه او چیزی که مصرف شده، شاید امور هم نتونه بکشه از او، باز هم همون به هر حال ساله. با تمام از این جزئیاتی که شما گفتین، اگر فعلا خرمن موجود ما به 847 کیلوگرم برسه، ما با زکاتش چیکار کنیم؟ پرداخت کنیم. ولی اگر زیر ازی باشه، دیگه پرداخت زکات واجب نیست. بسیار بله، بعضی جا جای سازش نیست دیگه، احکام الهی است و به هر حال دیگه همینطور که شما میگین. بله. خب استاد، با اجازه شما میریم به اتفاق بینندگان عزیز، میبینیم سوال تصویری شماره دوره، همراه ما باشید. سلام خدمت تمام بیننده های تلویزیون. دولت در قالب اجر و زکات از ما مالیه میگیره، آیا میتونیم ما ایره در زکات خودم حساب کنیم یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمد نوید مدرس هستم. یک تشکر خاص میکنم از تلویزیون هادی تی وی بخاطر برنامه خوبش. دیگه همین دولت در قبال اوش زکات از ما مالیه میگیره، امیر میتونیم ما در مقابل اوش زکات حساب کنیم یا خیر؟ بله، تشکر میکنیم از این بینندگانی که به هر حال اینقدر
کنجکاوانه و دقیق مطالبشان پیش میگیرن و احکامشان سعی میکنن رعایت کنن. استاد، سوالی بود که همونطور که بینندگان عزیز هم دیدن و شنیدن که ایشان فرمودن که دولت از ما خب مالیات میگیره، به صورت عشر میگیره، مالیات میگیره، آیا ما این عشر و مالیات رو که پرداخت میکنیم میتونیم اون رو به در پیش خودمون اون رو به صورت زکات فکر کنیم که زکاتی بوده که پرداخت کنیم؟ خدمتتون عرض کنم که ما به نص قرآن، قرآن در سوره براءت آیه 60 میفرمایند انما الصدقات للفقراء والمساكين و متو ادامه میده ابن سبیل، غارمین، به اصطلاح فی سبیل الله و فی الرقاب. هشت مورد در اینجا چی میکنه؟ ذکر میکنه. بله. که بینندگان ما میتونن آیه را ملاحظه بکنن. پس در آیه هشت مورد برای از این که ما زکات پرداخت کنیم به اصطلاح یک یک نام برده شده. حالا یا متاسفانه میگیم یا خوشبختانه، به هر حال در می زمان ما فعلا از کشاورزان، از دکانداران چیزای دیگه عشر میگیره. عشر به معنای یک دهم، عشر به معنای یک دهم و همون هم به عنوان زکات میگیره. ولی حضرت لازم سیستانی بسیاری از مراجع میفهمند که این مالیاتی که دولت چی به عنوان عشر، چی اصلا نامش مالیات میمونن، هر چیز دیگه ای که نامش میمونن، چی پولی زور به تعبیری دیگه، ما دولت هستی که برخی دولت ها دیگه کرا میکنن، اینا رو ما نمیتونیم به عنوان زکاتی که باید به فقیر بدیم، زکاتی که باید به مسکین بدیم، زکاتی که باید به ابن سبیل کسی که در راه مانده، زکاتی که باید در فی سبیل الله، زکاتی که باید برای آزادی بردگان، البته فعلا آزادی بردگان در اینجا موضوعیت چی نداره، اینا رو به این نمیتونیم ما حساب کنیم. باید و عشره که میگیره خود زور خودش میگیره دیگه، ولی فقیر و مسکین و کسای دیگر ما باید زکات با اونا چی کنیم؟ پرداخت کنیم. البته یک نکته دیگه نباید فراموش شوه و او ایست که زکات و عشره و مالیات را که دولت از ما میگیره دیگه زکات از او لازم نیست ما پرداخت کنیم. مثلا خرمن ما به 1000 کیلوگرم رسیده هر کدام از اینا و دولت آمده مثلا 200 کیلوی از ایره گرفته به عنوان عشر و مالیات گرفته، دیگه ما لازم نیست که زکات از او رو پرداخت کنیم. او رو کلا هیچ حساب میکنیم دیگه، یعنی او کسر شده دیگه شسعی میکنیم که یا بعد این حساب میرسه یا نه، اگر برسه باز حتی نه. یک نکته دیگه هم خدمت شما توجه کنید، شما مثلا ما همین خرمن ما به 850 کیلو رسیده. بله 850 کیلو که ما گفتیم در 847 کیلو اگر باشه ما زکات میدیم. خرمن ما به 850 کیلو رسیده و دولت ظالم یا غیر ظالم آمد و 150 کیلوی دیگر از ما به عنوان چی گرفت؟ به عنوان مالیات گرفت. فقط اینی قدر میشه که ما او چیزی که به دولت میدیم دیگه زکات از او لازم نیست. باقی مانده رو باید زکات بدیم. ولو آل باقی مانده گفتیم 850 کیلو است. صحیح است؟ 150 کیلو رو از ما گرفت. 150 رو وقتی کسر کنیم از 850 700 درست است؟ این 700 باقی مانده یعنی میره باید زکاتش ما چون به حد نصاب رسیده بوده. بله به حد نصاب. و ای که دولت به عنوان مالیات یا به عنوان عشر از ما میگیره ای به نصاب ما لطمه وارد نمیکنه چون به حد نصاب رسیده بود. درست است که دولت به عنوان عشر از ما یک چیزی را گرفته، باقی ماندش هر چی که باقی بمانه باید ما او را زکاتش پرداخت کنیم. استاد، در مطلبی که فرمودید در مورد غلات عربه، خب اگر کسی بیه خب حالا یا دانسته یا ندانسته ای را خب تبدیل کنه، خب گندم تبدیل مثلا در آرد کرد، بله، آیا به این آرد هم خب جز غلات عربه خب گفته نمیشه؟ بله. آیا به این هم زکات تعلق میده؟ این خدمت تا نرز کنم که چون زکات به چی تعلق گرفته؟ به گندم تعلق گرفته و زمانی که به زکات به گندم تعلق میگرفت ما باید زکاتش میدادیم. درسته که الان فعلا گندم تبدیل به چی شده؟ به آرد شده، یا جو تبدیل به آرد شده، ولی چون در خود جو و گندم زکات تعلق گرفته بود و واجب شده بود و ما باید میدادیم، فعلا هم که ما رو تبدیل کردیم در آرد بازم زکات به این تعلق میگیره و این تو نمیشه که بگیم خب این خب گندم بود دیگه آرد شد دیگه دیگه آرد زکات تعلق نمیگیره، نه، چون در اصلش زکات تعلق گرفته بود باید دیگه هم زکات بتیم. رای فرار جناب حسینی و بینندگان عزیز از این قضیه نیست که اگر حتی این نفر اگه بیا کم کم او رو چنج کنه و تبدیل کنه بازم
برای یک وقتی میرسه در این حساب میرسه دیگه خودش جناب حسینی خرمن وقتی خرمن گرفته میشه ولی شما شاید کمتر بینندگان ما در جریان هستن وقتی خرمن میگیرن امونج وزن خرمن به دست میاد حالا با قپان است نمیفهمم با کیل کردن و پیمانه کردن اونمونج اونا اونقدر تخصص داره که ده همون جمی خرمنه که بعد گرفت بله داخل جوال انداخت داخل جوال میندازه دیگه جوال داخل جوالا وقتی میندازه کلا با هر وسیله‌ای که هست میفهمه که این خرمن اینمال چند سیر شده یا که فعلا سیر و تعبیر زیاد استعمال نمیکنه میفهمه که چند کیلو شده خیلی قشنگ و مقبول نصاب به دستشان میاد دیگه راه فرار و راه در رو نداره چقدر خوبه که او عزیزی که به هر حال زحمات زیادی کشیده و کارش به خرمن رسیده اونجا خود دعا کنه که خدای خرمن زیادتر بگردان تا ما زکات بیشتر برای به کی میده به اون مسکین و به اون یتیم و به اون کسایی که هم از خود من زیاد شد و هم با اونا و قطعاً پرداخت زکات سبب از این نمیشه که کم شود او وعده شیطان است که ما را وعده چی میده؟ فقر میده که شما با پرداخت زکات و خمس و انفاقات مستحبی اگر داشته باشید میگه شما چی میشین؟ فقیر میشین اما خداوند وعده چی داده؟ برکت داده وعده است گفتیم زکات سمانه رشد یک از شمانه چیه؟ رشد با پرداخت زکات مال ما رشد پیدا میکنه و پاک و بسیار علی. خب استاد محترم پایز شما میریم و اتفاق بینندگان عزیزمان سوال بیننده عزیزمان رو میبینیم سوال تصویری شماره 3. بسم الله الرحمن الرحیم حاجی رضا هستم یک تن از باشنده های شهر غزنی یک سوال شرعی داشتم از برنامه هات تیوی آیا همین زکات گندم للمی و آبی از یک دیگر فرق دارن یا یک سان هستند باز تشکر از تلویزیون آدی تیوی سلام و خسته نباشید خدمت آدی تلویزیون آدی تیوی تشکر از برنامه های مذهبی و دینیتان مصطفی مصطفی هستم یکی از باشنده های ولایت غزنی یک سوال که در ذهن من خلق شده عبارت از این است که زکات در گندم عادی و تم یکی هست یا متفاوت تشکر میکنم از شما عزیز بیننده که به هر حال فکر میکنم از عزیزان غزنی بودن این سوال کردن که آیا گندم زکات گندم آبی و گندم دیمه آیا فرق میکنه مقیاس یا نه این همون سوالی بود که شما در اول دستور خوب الحمدلله که ما این سوالات بینندگان ما هم هست ما گفتیم که ما که زکات میدیم این بستگی به این داره که چه رقم زمین ما آبیاری میشه اگر جناب حسینی صاحب بینندگان من معذرت میخواهم به خاطر اینکه من زکام رسیده مرا ولی خب فعلا نمیتونم در شرایط آب و هوای یک رقم است که باید مرا زکام رسیده به هر حال زکام ما چند روزی میشه به هر حال خوب نشده ان شاء الله خدا من شفای عنایت کنه بینندگان عزیز سلامت باشین ان شاء الله خدا همه بیماران را شفای عاجل و صحت کامل مرحمت کنه بستگی داره که کشتی که ما کردیم ای زرع که ما کردیم ای به اصطلاح گندم کاشتیم یا جو کاشتیم یا ای درختی که خرمایی است چه رقم آبیاری میشه یا ای گندمی که یا ای به اصطلاح انگوری که فعلا تاک انگور ما چه رقم آبیاری میشه سیستم آبیاری چه رقم است میفرمایند اگر سیستم آبیاری بود که و آب باران آبیاری میشد یعنی الفصل نیست خیلی جای خوب است باران میباره و با آب باران آبیاری میشه و با آب باران میرسه یا یک وقت دیگه مثل خیلی جاهای افغانستان همیت جوی است بسیار پر از آب است فقط شما کافی همی دهن جوی باز کنی کل در زمین چی میشه؟ آبیاری میشه یک دوتا یا نه مثلا شما نزدیک دریاست یا نزدیک یک منطقه است که همی گیاه ها از طریق ریشه خودش تغذیه میشه یا مثلا سطح آب خیلی پایین است دیدی بعضی جاها دو متر انسان میکنه یا یک متر میکنه به آب میرسه اگر چنین رقم جاهایی بود که خدمتتون عرض کنم به این سهولت یعنی می سه قسم آبیاری میشه یا آب باران یا می دهنه جوی باز میکنه خودش آبیاری میشه یا توسط ریشه های خودش از زمین اینا آبیاری به تعبیری جنجال نباشه پیسه خرج مصرف نباشه خرج مصرف نباشه کارگر و این چیزا نباشه اینجا میفرمایند که عشر یک دهم در اینجا یعنی عشر باید شما پرداخت کنید یعنی از هر یک از هر 10 کیلو یک کیلو از 1000 کیلو 100 کیلو باید داده بله اینه میشن عشر بله یه عشرم که اصطلاح شده ظاهرا اهل سنت برادران ما کلیگیش از همه همش عشر میگیره از همه هر رقم که بود بله یک دهم میگیره
ولی اگر ما آمد و این خب قدیم الایام بوده مثلا با دل میکشیدن یا مثلا با اسب میکشیدن یا با شتر میکشیدن یا با گاو میکشیدن یا با چرخ چاه میکشیده یا فعلا واتر پمپ است. بله واتر پمپ میگذاره و خلاصه پترول میندازه و دیسکاست و پترول مصرف میکنه و زمین چی میده؟ آب میده. از طریق دوله کشی آب میده. خلاصه در اینجا جنجال است. پول خرج کردن، پیسه خرج کردن، پترول مصرف میشه و پایپ میمونه و کارهای دیگه. در اینجا میفرمایند که 1/20 است. یک بیستم از هر 20 کیلو 1 کیلویش ما خدمتتون عرض کنم که به عنوان زکات باید به فقیر عنایت کنیم. و اما گاهی از اوقات حسینی صاحب این رقم است که از هر دو سیستم آب میخوره به اندازه عجب. به اندازه یعنی نصفشه خدمتون با او وضعیت اول بله. و نصفش با وضعیت دوم. در اینجا خدمتتون عرض کنم که باید 30/40 یعنی بله. از 40 قسمت 3 قسمت باید آب بتن. حالا ما وارد جزئیاتش نمیشیم، اگر قرار بشه ما وارد جزئیاتش بشیم کسر است. چون یک قسمتش 1/10 بود، یک قسمت دیگه‌ش هم چی بود؟ 1/20 بود. بله. عالی از هر دو رقم آب خورده. ما 1/10 به علاوه 1/20 میکنیم، مخرج مشترک میگیره دیگه. بله. در کسر مخرج مشترکش هم 20 میشه، آخر و نهایتش میشه 3/40. بله. پس اگر جایی از هر دو مشترکاً به صورت متساوی آبیاری شد، 3/40 باید به عنوان زکات به فقیر بتر. البته قبل از این باید بینندگان عزیزی که به هر حال به این وضعیت هستن باید یکم ریاضیشون هم قوی شه استاد، نه درسته بخونن تا بتونن این حساب کتاب کنن دیگه. 30/40 دیگه کاری نداره دیگه. 30/40 و به اصطلاح 1/10 با 3/40. بسیار استاد محترم با اجازه شما به اتفاق بینندگان عزیز و شما بزرگوار میریم یک میان برنامه داشته باشیم و بعد از ان شاء الله باز در خدمتتون خواهیم بود. با ادامه برنامه همراه ما باشید. برای عدالت می نویسم، نوشته می کنم برای روزهایی که عصر عدالت کوچه های دلتنگی را لبریز کند و نسیم شادی بخش شاپرک ها چتری برای دلخوشی شمعدانی ها باشد. به امید روزی که یک بار دیگر صدای دلشین بلال از مأذنهای شهر بلند شود و خستگی را از تن منتظران بزداید. به امید روزی نوشته می کنم که پیچک‌های عاشق از روشنای پنجره ها بالا روند و دست در دست ابرها با آسمان پیوند خورند. دلخوش هستید برای فردایی که بهار پیراهن سبز خود را برتن کند و پروانه ها تمام کوشه باغ‌ها را با بال‌های طلایی خودشان جارو کنند و زمین از دست‌های مهربان باران فراوانی بنوشد و آنگاه هست که مطمئن می‌شوم هزار آینه می‌روید به هر جا می‌نهی پا را. همین قدر است و می دانم هوایی کرده ای ما را. میان چشم هایت دیده ام قد می کشد باران و اندوهی که وسعت می دهد بیتابی ما را. یا صاحب الزمان، آقای مهربان، هزار و این همه سال است که خنده ها از لبها گرفته شده و کوچه های امید در حسرت یک بهار ماندگار تکیده، احساس ها در خود فراموشی خاموش می شود وقتی که پرچم های رنگارنگ تزویر بر فراز ویرانی های تمدن جاهلیت روز
در اهتزاز باشد. در روزگاری که پرستوها از سرزمین وجودشان کوچ می کنند و تحمل سوز تازیانه های فراق را ندارند، جان می کنیم. دریاها در رکودی و وسعت یک باور می میرند و از دل دریاها مردارها جان می گیرند و ماهی های سرخ عاشق در حسرت امواج خروشان دریا پولک های طلایی خود را در تنگ کوچک تنهاییشان می شویند و فریاد می زنند. ای آخرین ترانه و ای آخرین بهار، بازا که بی حضور تو تلخ است روزگار. مولای سبز پوش من، مولای سبز پوش من، ای منجی بزرگ، تعجیل کن که تاب ندارم در انتظار. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما بینندگان و سروران گرامی با برنامه به وقت بیداری به صورت پخش زنده. مهمان خانه های گرم و صمیمی شما عزیزان هستیم و جا دارد که تشکر کنیم از همه عزیزانی که و بینندگان عزیزی که با ما به ارتباط شدن به نمبر مثبت 964-780-255-4013 و سوالاتشان روان کردن و کارشناسان عزیز ما هم پاسخگو بودن. خب استاد محترم در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه. اگر مطلبی در ادامه بحث نیستش که سوال بعدی بینندگان ما بفرمایید. در خدمتتون. بسیار عالی. خب به اتفاق بینندگان عزیز و استاد محترم میبینیم سوال تصویری شماره 4. سلام خدمت شما و تمام دستندرکارای برنامه شما در هادی تیوی. من راشد هستم، باشنده ولایت غزنی. دیگه تشکر از برنامه مفید شما. برنامه شما بسیار خوب و منظم است و سوالی که در ذهن ما است ایسته که همه دهقانی که از محصولات خود میگیره یا ور میداره میتونه که زکات خود از امو محصولات که گرفته از امو بیته یا بجای از او چیزی دیگه هم محصول یا زکات داده میتونه. بسیار عالی و ما هم خدا را شاکر هستیم که به هر حال برنامه هایی که توسط اساتید محترم پخش میشه مورد توجه شما بینندگان عزیز قرار گرفته و انشالله مثمر ثمر حتما بوده. استاد سوال بیننده عزیز مانی بود که آیا می توان زکات را از غیر او محصولی که به دست آمده زکات پرداخت شود یا نباید از خود او محصول باشد؟ خدمتتون عرض کنم. سلام مجدد محضر شما و محضر بینندگان عزیز و تشکر ویژه از بینندگان عزیز. خدمتتون عرض کنم حضرت آیت الله العظما سیستانی حفظ الله تعالی و بقیه مراجع عظام تقلید شیعه می فرمایند که زکات انسان یا از همون مال باید بته، همون مالی که مثلا اگر خرمنش گندم است از گندم بته، یا اگر خرمنش جو است از همون جو بته، یا اگر خرما است از همون خرما بته، یا اگر کشمش است از همون کشمش بته، یا اگر نه از خود ازنا پرداخت نمی کنه افضل یک از خودش پرداخت کنه. بله افضل یک از خودش پرداخت کنه، ولی میتونه قیمتش هم پرداخت کنه. و شما در جریان هستیم که خیلی از اوقات قیمت راحت تر است دیگه، خب پیسه است دیگه. مثلا اگه میخوای این زکات بده باید خب جوال بیاره و جوال دوز بیاره و دار زیر بسته کنه و در سوار ولاغ کنه اگر در یک جاهای یا در جای دیگه سوار موتر کنه، این خود جنجال داره. افضل هست ولی خب سخت است، ولی پیسش بسیار راحت تر است. کلیش مثلا 2000 اوغانی، 3000 اوغانی، 50000، هر چیز در جیب میزنه و راحت. فقیر میتونه راحت تر ای به اصطلاح پول زکات به مصرف خودش برسانه. و در مصرف زکات ما شرط نیست که فقیر حتما بخوره یا حتما گندم بخره یا آرد بخوره، نه دیگه. فقیر است در هر چیزی که صلاح میبینه، چون ملک فقیر میشه. خدای تبارک هم در قرآن میفرماید که انما الصدقات للفقراء والمساكين، ملک از برای فقرا است. وقتی که ملک از اینا شد به اینا اختصاص پیدا کرد، اینا هر رقم که صلاح دانستن میتونن چی کنن؟ مصرف کنن. پس بنابراین اول از خودش بهتر است از خودش داده شود، ولی راحت تر و برخی از اوقات سهل تر برای گیرنده است که
قیمتش دریافت کنه به همون پول رایج در همون مملکت و همون شهری که زکات او چی میشه داده میشه و زکات گرفته میشه. بسیار. البته ممکنه من شاید سوال نباشه ما در ذهن بینندگان عزیز این سوال خلق شوه که خب مثلا ما در شهر هرات هستم یا در شهر کابل هستم یا در منطقه مزار شریف هستم، خب ما اونجا خرمن دارم، ما اونجا گندم دارم، ما اونجا جو دارم، آیا این زکات خودم میتونم در شهرهای دیگه بتونم؟ میفرمایند اگر در شهری که خرمن دمویه، جو دمویست، گندم دمویست، کشمش دمویست، خرما دمویست، ما اگر با بودن فقیر در شهر، یعنی فقیر در شهر هستم، ما حق نقل و انتقال زکات به جای دیگر زکات به جای دیگه نداریم. عجب. به خاطر ازی از نظر روانی ما مرقم از جناب آقای حسینی صاحب، یعنی فقیرای از او شهر چشم انتظار عزیز که خرمنها گرفته شوه و خدای تبارک و تعالی به واسطه خرمنهای ثروتمندان اینا رو چه کنه؟ بی نیاز بسازه. خو اینا سال تا 12 ماه یا 6 ماه یا 5 ماه یا 4 ماه چشمشان به همه خرمن است و به همه کشت و زرع و ما بخوایم ایره از این شهر یا از این منطقه یا از این روستا به یک جای دیگه نقل بدیم میگن جایز نیست و از نظر روانی هم به فقرا و نیازمندان او سرزمین لطمه وارد میشه. میگن جایز. ولی اگر ولی ارجی الحمدلله بالمنا شهر یک شهری بود که هیچ فقیر پیدا نمیشد، مسکین پیدا نمیشد، بله ما میتونیم به جای دیگه چه بتیم نقل بدیم ان شاء الله که همونطور که فرمودین زنده باشیم و ببینیم. بله در عصر، بله در عصر ان شاء الله ظهور حضرت ان شاء الله که به حال میگن که هر چی که آدم بپاله نتونه فقیر پیدا کنه. سوری سوال به ذهن من خطور که شاید عزیزان بیننده هم به این سوال رسیده باشن که خب یک وقت میشه که صاحب مال، صاحب زمین خب یک مشکلی برش پیش میاد و این خرمنه پیش و پیش سودا میکنه، میگه حالا مثلا شما همین پیسه بیتی حالا من بر حال مشکل ما حل شوه، خب خرمنم تقریبا میگه حالا هر چی که شد نشد ای از شما. نمیفهمم که حالا شاید این رقم اتفاق میفته، یعنی سوال است یه بله. اگر این رقم شوه باز هم از او خرمنی که جمع‌آوری میشه باز هم زکات به او تعلق میگیره. خدمتتون عرض کنم یک بحث ایست که طرف مالک خرمن باشه، یعنی مالک از این خرمن باشه، حالا یا که مالک شده به واسطه کشت، به واسطه زرع، به واسطه هر چیز دیگه هست، مالک از این خرمن شده، اگر بخوای از برای فرار از به اصطلاح چیز باشه بخوای فرار کنه خدمت دارد کنم از پرداخت زکات، نه این امکان نداره. کسی که بخوای از پرداخت زکات فرار کنه، نمونهش ما در سر سال هم داریم، در سر سال خمسی هم داریم. مثلا ما گفتیم از اول حمل سر سالشه تا آخر مثلا ماهی چی حوت یا حمل سال آینده، یکی دو روز میماند سال آینده که سر سالش فرا برسه، خب میگه بچیم بیا مثلا نمی پیسه ها از تو پیسار دا تو بخشش کردیم یا پیسار دا خانم بخشش کردیم یا دیگه دیگه بخشش کردیم. خب این مشخص است که به خاطر فرار است. اگر از به خاطر فرار باشه که خب ای به هیچ عنوان ای جایز نیست که بخواد فرار کنه، ولی نه اگر از باب اضطرار و از باب ازی که نداره و اصلا پس مشکل واقعا پیش نداره بره. پس او شخص اصلا گویا کنه او قرضدار است یا مثلا خدمت یکی دیگه از این طلب داره، او اصلا پس مالک در اصل مالک چیزی نیست و این خرمن در اصل مالکش کسی دیگه است. این فرق میکنه قضیهش. ولی اگر کسی بخواد برای فرار از این خرمن سرخ شده آماده یا نه داره مثلا در حال خرمن کوبی مثل قدیم است یا فعلا مثلا کمباین چیزی دیگه آورده دستگاه میخواد اینا رو مثلا جدا کنه من. کار از دانه جدا کنه، بگه خب بچه من اینا رو تو بخشیدم، وای مسلم است که به خاطر فراره یا اینو در همین لحظه بگیره چیکنه سودا کنه. وای مشخص است که به خاطر فرار از زکات است و قطعا زکات به تعلق میگیره. اما اگر باب اضطرار باشه زکاتی موجود نمیشه. بسیار عالی، تشکر استاد محترم. باز هم الحمدلله سوالات تصویری ما در برنامه زیاد است و به اتفاق شما و بینندگان عزیز میریم و میبینیم سوال تصویری عزیزمان شماره 5. سلام، بسیر هستم. یک سوال داشتم. امی زهرالات مثل طلا و نقره و چیزا را که خانوما میپشه سرزی زکات میکرده. بله تشکر میکنم از این بیننده گرامی که به هر حال کم کم سوالات داره حساس میشه. استاد فرمودن که آیا این به زیورالات خانوم ها
آیا زکات تعلق میگیره یا نه؟ کم کم خود احساس خطر میشه. بله، خب ما تشکر میکنیم از بانوی بزرگوار که سوال مطرح کردم، چون شاید ناظر به این باشه که گفتن به طلا و نقره زکات تعلق میگیره. البته ما اول برنامه گفتیم که به کدام طلا و نقره زکات تعلق میگیره. او طلا و نقره ای که پول رایج در بین شهر یا دیار یا یک مملکت یا یک کشور باشه. ولی به زیورالات خانم که زیورالات چه از جنس طلا باشه یا چه از جنس نقره باشه، به هیچ عنوان زکات تعلق نمیگیره. هر چی هم که باشه به اینا زکات تعلق نمیگیره. اما خدمت شما و خدمت از این بیننده عزیز ایره عرض کنم که جای خمس یک رای داره اینجا، و او ایست که اگر مثلا مثال میزنیم دیگه، مثال خود مناقشه نیست دیگه، مثلا یک خانمی شعنیتش ایست که مثلا 30 گرم یا 40 گرم یا 50 گرم یا 100 گرم طلا داشته باشه با خودش، ولی این خانم 200 گرم طلا با خودش داره. پس شعنیتش چقدر است؟ شعنیتش 100 گرم است، ولی این خانم 200 گرم طلا با خودش امراه داره. در او 100 گرمی که شعنیتش است خمس نیست، اما او 100 گرمی که شعنیتش بالاتر است زکات که تعلق نمیگیره، اما خمس تعلق میگیره. یکی شعنیتش است که 20 گرم طلا داشته باشه اما او 100 گرم طلا داره، خود او 80 گرم دیگهش زکات که نه تعلق نمیگیره، ولی خمس تعلق میگیره. پس نتیجه سخن یه که به زیورالات خانم چی طلا باشه و چی نقره باشه، هر مقداری که باشه زکات تعلق نمیگیره، زکات اصلا تعلق نمیگیره. ولی خمس جریانش امی که خدمت شما عرض کردم و ممکنه بیننده عزیز خواهر ما قضیه را بشنوه. خیلی جالب استاد، سوال بسیار تکنیکی است و حال شاید خواهی سوال بزن عزیزان بیایی که خواهی شعنیت میزان و اندازه شعنیت چطور فهمیده میشه؟ ای با عرف تعلق داره جناب حسین بزرگوار و بینندگان عزیز. شعنیت یک دفعگی ایجاد نمیشه که من یک مثلا من امشب خواه شوم فردا مثلا بیدار شوم شعنیت مثلا 30 سکه بوده یا 30 گرم طلا بوده، یک دفعگی مثلا به 50 گرم طلا مثلا افزایش پیدا کنه. این به همون عرف، به همون منطقه که زندگی میکنه، به همون اطرافیانش، خانوادش، حتی در شهرها هم مثلا پایین شهر داریم، وسط شهر داریم، و اون جایی که من اعیان نشینه اینا با هم دیگر کاملا چی میکنه؟ فرق میکنه. حتی همین فقیر و غنی، یکی میگه طرف فقیر است یا غنی است، همین هم شدت ضعف داره. حتی بعضی از قومیت ها هم دیده میشه، بعضی از قومیت ها در فرهنگ ها هم چیه متفاوته. پس شعنیت یک چیزی نیست که به اصطلاح ما بگیم دو ضرب در دو میشه چند؟ 4، یا دو به علاوه دو میشه 4، این رقم نیست، یک فرمول خاصی نداره. به شعنیت، به منطقه، به عرف، به عنعنات تعلق داره. بله، بسیار عالی. استاد محترم، بیننده عزیزی از کشور جمهوری اسلامی ایران سوال پرسان کردن که آیا به سکه های بهار آزادی که به عنوان مهریه قید شده و دریافت کرده ای خانم، آیا به این هم زکات تعلق میگیره و واجب از پرداختشونه؟ خب بسیار خانمی ثروتمندی شده و حتما خب شویش ثروتمند بوده که عند المطالبه، یعنی در وقتی که مطالبه کرد اصلش هم همون سیه همونتو که در صحبت های البته خب اونا قید میکنن در وقتی که به اصطلاح عقد نکاح بسته میشه، میگه عند المطالبه و عند الاستطاعه. عند المطالبه یعنی هر وقت که میزن گفت که سکای بار آزادی مرا بده یا هر چیزی دیگه غیر از سکه بار آزادی، هر وقت طلب کرد دیگه. هر وقت طلب کرد خب این رو باید فوراً دیگه. و ما همینج از باب سوال به اصطلاح پیش میایم، ما خدمت شما و شوهران گرامی عرض میکنم که مهریه واقعا دینه. اما رقم که اگر شما جناب حسینی بیای از ما یک لک اوانی قرض کنی، خب شما مقروض هستی. بله. شما مدیون بنده هستی و ما طلبکارم و شما بدهکار. در جریان مهریه همین رقمه. این نفرایی که 1400 دانه میمانه، نمیدون 2000 دانه میمانه، کمتر یا بیشتر میمانه، اینو چی تصوری داره؟ او برادرم یک نفر 1000 یا 1100 یا 1200 سکه بار آزادی میتونه داده؟ پدرش داده نمیتونه؟ این چی تصور کرده؟ این خیال کرده که امیر قمی دیگه در نام اصلی در نام نیست، مقروض استی، مدیون استی، همون رقم که از ما شما مثلا یا کسی دیگه پیسه قرض کرده. پس بنابراین حالا ما جواب ازی
خانم بتیم که خب فعلا الحمدلله سکه بار آزادی بوده یا هر چیز دیگه بوده، ای دریافت کرده به ای هر چی باشه، 14 تا باشه، 5 تا باشه، 1 باشه، 2 باشه، 14، هر چی که میخواد باشه، زکات تعلق نمیگیره. خمس هم تعلق نمیگیره. البته در خمس خدمتتون عرض کنم که همشنیت باز نه نه نه، در خمس مراجع ازام تقلید یک اختلاف کوچیکی دارن که برخی از مراجع میگن که به مهریه خمس تعلق نمیگیره، برخی حتی میگن به مهریه هم خمس تعلق میگیره. بله. البته که استاد که ما از شما مغروض باشیم، البته که مغروض معرفتی که حتما هستیم، ولی خب اگر مادیاتی هم باشیم خب پیسه شما برکت داره دیگه. بسیار استاد محترم، با اجازه شما میریم و به اتفاق بینندگان عزیز میبینیم سوال تصویری شماره 6. اولا باید تشکری خواست کنیم از هادی تیوی که بسیار برنامه های خوب برای مردم داره، و سوال ما ایست که همی اموالی که مربوط مساجد و سینیه ها و شفاخانه ها میشه، آیا این زکات داره یا نداره؟ از این زکات باید بگیرن یا نگیرن؟ تشکر میکنیم از شما برادر محترم و سوال بسیار مهمی را پرسان کردین که مبتلا به هست. حتما استاد، همونطور که بینندگان هم دیدن و شنیدن، سوالی بود که خب دیده میشه که بعضی تکیه ها، مساجد و شفاخانه ها، شاید اینا خب اموالی دارن به صورت زمین بوده، وقف شده بوده، یا بسر و کشت میشه، کار میشه و اموالی از او به دست میایه که به شخص خاصی مالکیت تعلق نمیگیره. آیا به این اموالی که به هر حال متعلق به این اماکن هست، به اینا هم تعلق میگیره زکات نه؟ بسیار سوال خوبی است. ما فعلا در به اصطلاح فقه هم این بحث است، در حقوق هم این بحث است. در حقوق میگن شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی. شخصیت حقیقی مثل ما و شما، ما یک شخصیت چی؟ حقیقی هستیم، ولی به مسجد و حسینیه و شفاخانه و بیمارستان و پول خیلی همی چیزهای دیگه، مثلا بنیاد خیریه، مثلا بنیاد دانشگاه هست، پوانتون هست، جای دیگه، اینا شخصیت حقیقی نیستن، به اینا میگن شخصیت چی؟ حقوقی، یا به تعبیر به فقه میگن کلی. اینا یک چیزی مصداق نداره، یک امر چی؟ کلی است. بنابراین اموال شخصیت های حقوقی مثل حسینیه، مثل مسجد، مثل شفاخانه، بیمارستان، پول، جاهای دیگه، یا اموالی که به اصطلاح به یک کلی تعلق میگیره، نگاه مسجد یک عنوان کلیه، به عنوان کلی یک سری اموال تعلق میگیره، ممکنه حتی خرمن جو هم داشته باشه، خرمن گندم هم داشته باشه، نخل خرما هم داشته باشه و به اصطلاح انگور هم داشته باشه. که از این انگورا چی کشمش بگیره، کشمش بده، یا حتی گاو داشته باشه، گوسفند داشته باشه، یا حتی چیزای دیگر داشته باشه، به اینا زکات تعلق نمیگیره. زکات به اموال انسان و اون که شخصیتش چی باشه، شخصی حقیقی باشه، به شخصیت حقوقی و اینا زکات اصلا تعلق نمیگیره. بسیار. استاد محترم، سوال دیگه هم بیننده عزیز ما مطرح کرده که آیا شخصی که مالدار است، ایشان میتونه که و شریک داره، این شخص میتونه بدون هماهنگی و اجازه شریکش او زکات بده یا از زکات از مال بده، از حیوانات بده؟ البته ما در انعام ثلاثه که ما گفتیم به اصطلاح شتر است، گاو است و گوسفنده، ما وارد جزئیات از این نمیشیم به خاطر از اینکه نصابای خیلی متعدد داره و از اوصیلی از این برنامه هم کلا خارجه، ولی یک اشارگه که مثلا میکنیم، مثلا شطور 12 نصاب داره، 12 نصاب داره که 5 نصاب اول از این 5 دانه 5 دانه هست، یعنی که کسی که 5 دانه شطور داشته باشه، این باید یک گوسفند شات، یک گوسفند مادر باید زکات بده. نفر دوم 10 دانه داره، این باید 2 دانه گوسفند بده. نفر سوم مثلا 15 دانه داره، همین رقم ادامه داره. این فعلا اگه اجمالا به صورت عرض میکنیم صد کمتر از 2 دانه خزم باشه. خب هیچ دیگه. پس بنابراین ما نتیجه سخن ایره میگیریم که وارد جزئیات نمیشیم، چون نصاب حیوانات بسیار متفاوت است. بنابراین اگر شخص شراکت داره با یک نفر، ولی به تنهایی سهم ازی به حد نصاب رسیده، یعنی ما با یک نفری 15 دانه شطور شریکی هستیم، خب 5 دانش از ماست، 10 دانه دیگه از اوست، خب من به تنهایی فعلا درسته که شریک دارم، اما به تنهایی فعلا از ما 5 دانه شطور است و این 5 دانه شطور ما به حد نصاب رسیده. بله. و هیچ نیاز نیست که من از رفیق خودم چی بگیرم، اجازه بگیرم. بنابراین من سهمیه خودم که 5 دانه شطور است، 1 دانه گوسفند چی میتونم زکات میتونم، و او که 10 دانه باز داره، خب ما 2 دانه شات، بله، یا 2 دانه گوسفند مادر
زکات پرداخت کنه. نه، اجازه شریک در اینجا لازم نیست. امی که سهم ما به حد نصاب میرسه در خرمن هم رقم است، سهم خودش از داخل ما و نفر با هم دیگر شریک هستیم. فعلا خرمن دو نصف برابر شده، 2000 کیلوگرم شده، 1000 کیلوگرمش مال بنده است و چون به تنهایی به حد نصاب میرسه، ما با زکات خرمن خودم بتیم که خدای تبارک و تعالی برکت ان شاء الله به عمر و اولاد و به آنچه که میخواد ان شاء الله ان شاء الله. تشکر میکنم استاد محترم و همچنین از همه شما بینندگانی که تا این لحظه همراه برنامه خودتان بودید. ان شاء الله که باز هم برنامه خودتان را دنبال کنید و سوالاتتان ان شاء الله ما و کارشناسان عزیز پاسخگو خواهند بود. تا دیدار بعدی همه شما عزیزان و بزرگواران را به خدای مهربان می سپاریم. خدایا را نگهدارتان.